شما با ذکر کلمه افغان مخالف هستین یا موافق؟ من مخالف. چرا؟ بسیار روشن کردم برای توضیح دیدم. ببینید ما در قانون ثبت احوال نفوس آمدیم، پشتونه هم بودن دیگه، تنها ما که نیستم به اوپا بود. ما اونجا گفتیم که همین که نوشته میشه جمهوری اسلامی افغانستان کافی است. کلمه افغان کاربردش برای اقوام دیگه نادرست است. این نامش اسمیلیسیون است، نامش منحل کردن اقوام است. چرا؟ برای این که کلمه افغان یعنی پشتون، درست است؟ چه کسی گفته این مسئله را؟ بله خود پشتون ها میگن. دروغ شما ندین. آقای طاقت گفت که آفرین همه تاجیک ها. خب آقای آفرین هزاره ها میگویند که تمام ادبایی که در افغانستان زندگی میکنند افغان هستند. اونا میگن، من میگم تمام ادبایی در افغانستان زندگی میکنند تاجیک هستند. آقای پدرام، شما خارج از افغانستان افغان یاد میشین یا خیر؟ حتی نه، ما خارج از افغانستان در بندر میرم میگن شما تذکره میبینه پاسپورت متمام. بله، شما در گذرنامه تان چی نوشته است؟ در گذرنامه افغان میخوام تغییری بدی. چرا؟ من امروز مصممم تا برای اینکه من افغان نیستم. بسیار روشن با شما دارم بحث میکنم. بسیاری ها میگن که چنین کارهای افغانستان را تجزیه میکند. تجزیه شده؟ شما موافق هستین با تجزیه افغانستان؟ ما تجزیه موافق نیستیم، مگر تجزیه شدن افغانستان و عدم تجزیه. شما میگین تجزیه شود یعنی موافق هستین؟ سوال بهتون گوش کنید. ما بارها گفتیم که باعث تجزیه کسانی میشوند که ظلم میکنند. باعث تجزیه کسانی میشوند که عدالت را رعایت نمیکنند. جایی که عدالت نبود هر چیزی میتونه اتفاق بیفته. ولی همین بحث را دائم شما مطرح میکنین، کسی دیگری هم هست بیاد از هویت تاجیک دفاع کنه؟ همین روز در پنجشیر حد یکل یک پنج در نفر استاد شد که سرزویر ما باید خراسان باشه. شما را نمیبینین گمان نمیکنم شما خبرنگار هستیم به نگاه کنم. ما میفهمیم، امروز هم تظاهرات داشتن. اونه مجلس سر این قضیه در پارچه نشد، مگر من تنها گفتم؟ آقای مهدوی چی گفت شنیدی؟ هزاره بود نه؟ دکتر سجادی چی گفت شنیدی؟ آقای ناصری چی گفت؟ آقای نیلی چی گفت؟ همه اومدن گفتن که برادر من هزاره، من وکیل هزاره. ولی همیشه تصویر شما در رسانه های اجتماعی سرازیر برای میشه. که من طرح و پیشگام این مسئله. چرا؟ من برای من یک روشن فکر، برای من خیلی آگاه هم رسد مسئله. البته همه آگاه هم دیگر روشن فکر نیستن. اصلا روشن فکر مسئولیت ها فرق میکنن. اگر در شناسنامه شما یا ادبای افغانستان کلمه افغان ذکر شود چی میشه چی میکنه؟ من مخالفم اینه تبدیل و مخالفتان را تا چه حد پیش میبرید؟ هر جایی که توان داشته باشم، تا هر جایی که امکانش باشه، تا اونجا که تغییر بود. می جنگین شما؟ مسلمم. اگر تا اونجا برسه که نیاز به این باشه به جنگم، خواهم جنگ. با سلاح می جنگین؟ اگر نیاز به سلاح باشه دریغ نخواهم. سلاح دارین شما؟ نه. از کجا میکنی؟ هیچی ندارم. باز همون وقت این مردمی که من مخالفت میکنن سلاح هم خواهم. سلاح اونا رو شما میگیرین؟ از کی؟ از اون کسانی که مخالف هستن. نه، قبول چرا بگیرم؟ این سلاح هست، این جوانایی که داری اردو کار میکنن متعلق به خود همشون هم سلاح دارن. باز اگر قرار بود که جنگ با اونجا برسه سلاحش همین آدمان و هم در گذشته مسئله بعد چطور جنگ کردن؟ جنگ صورت گرفت و افغانستان از هم پوشید. تاریخ چه کسی را بدنام معرفی خواهد؟ تاریخ غنی را بدنام معرفی میکنه که قانون سه سال نگاه کرد، او یون رفت تظاهرات کرد به طور مثال باز آمد تعیین. اینجا جنبش رستاخیز داره افتاد. اینجا ده ها تا جنبش عدالت خواهانه روی همین مسئله برگزار شد، روی همین بحث تذکیره. اما دو نفر میخیز از یک جریان میان اعتراض میکنه، باز تغییر میکنه. بله. بعد میلیون ها مردم دیگه که من هیچ بحثی نیست. جنبش رستاخیزی که شما نام بردین آقای پدرام، یک تن از افراد همونجا کشته شد در زیر خیمه تحصن. چه شد نتیجهش؟ چه بود؟ نتیجهش انسان ها کشته میشن، نتیجه حق عدالت. شما یک بار میم به خاطر مسلمان اعمال فشار، نتیجهش همین است. میبینید که نتیجه اون مبارزات و شهادت هاست که حالا در رابطه با تذکره مردم استاد میشن و این روز در پنجشیر جمع میشن، میگن شما را اجازه نمیدیم. بسیار روشن و واضح بگوین که چرا بسیارها شما را متعصب میگن؟ بسیارها ببینید چی باید برای شما بگم؟ یکی دیگه خب درکی از مسائل ندارم. ببینید همه مهم کردن میتونن یک قضیه را که این بحث وقتی که مطرح میشه از باب حقیقت خواهی است، از باب تعصب است. وقتی شما میگین در افغانستان اخوای مختلف زندگی میکنن و فرهنگای خرد و ریز کلان هست، اینا باید حق برابر داشته باشن، حق مساوی داشته باشن، بعد یک دیگه عادت کردن به استبداد، به زورگویی، به غصب.